سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با قسمت 13 برنامه بی پرده و یک مهمون عزیز داریم به اسم بیگیر از اوبای صحبت کردیم از ابتدا تا انتها و حواشی‌هایی که داشته رو با هم بررسی کردیم. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه اگه جدید هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم قسمت جدید بی پرده رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت بیگرز عزیز، چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلام، خیلی مخلصیم، مرسی که منو دعوت کردی و سلام هم میکنم به بیننده‌های برنامه باحالت. در خدمت. دمت گرم، مرسی. مرسی که پذیرفتی دعوتو و افتخار دادی. خب طبق روال تمام مصاحبه ها با یه معرفی کلی بریم، اینکه اصلا چی شد علاقمند شدی به این کار، چند سال توی این کار هستی و اینکه چرا بیگرز؟ ببین، من توی خانواده هنری به دنیا اومدم. پدرم هم موسیقی کار میکردم، عکاسی، گرافیک، نقاشی استادنشون. بعد دیگه بچگی فکر کنم 3 سال هم اینطورا بود که با ساز ستار آشنا شدم، چون پدرم استاد ستار هستم. بعد دیگه کم کم این علاقه بیشتر شد و تا شروع کردم حفظ کردن یه سری آثار موسیقی سنتی که اصلا سخت بود واسه یه بچه مثلا 3-4 ساله که اصلا تازه شروع کرده، نمیدونم حرف زدن، چه برسه بخواد یه سری موزیک مثلا خفن سنتی اصیل یاد بگیره. دیگه از اونجا خب خیلی پدرم اینا فهمیدن که علاقه خفنی دارم، استعداد دارم و شروع کردن کار کردن و دیگه با ساز زدن و بعدش هم خوانندگی سنتی. تا دیگه رفتیم جلو که دیگه از رسیدم به راهنمایی که رفتم مدرسه موسیقی، یعنی به طور آکادمیک از اول راهنمایی شروع کردم موزیک خوندن تا دیگه دبیرستان و دانشگاه و یعنی این تمام این مقاطعه من موزیک آکادمیک درس خوندم. خب ساز که میزدم من تقریبا 15-16 تا ساز میزنم، چون توی هنرستان موسیقی 15 تا آره از سنتی ها، آره دیگه سنتور، تار، ستار، دف، تنبک و از چیزهای غربی گیتارا، سری گیتارا، آگوستیک، کلاسیک، گیتار باس، الکتریک. ساز تخصصی درامه و گیتار، پیانو. دیگه میگم خیلی ساز میزنم، یعنی همیشه عاشق سازا بودم، واسه همین خیلی علاقه داشتم، خیلی هم سریع یاد میگرفتم. من سال 83 خب تا قبلش که ساز میزدم و این داستانو که کاری نداریم، مثلا خیلی حرفه‌ای موزیک رو دنبال میکردم. یعنی اولی که مثلا رپ فارس اومده بود، من با داداشم حبیب خیلی مثلا فان بود واسه من این قضیه که گوش میدادیم، چون قبلش من نمیدونم امینم، توپاک، ناس اینا رو گوش میدادم و رپ فارسی واقعا فان بود واسه من وقتی گوشش میدادم. تا دیگه خودم سال 83 من قبل از اینکه وارد مثلا هیته R&B و هیپ هاپ بشم، راک کار میکردم، متال کار میکردم به خاطر سازی که میزدم، گیتار الکتریک و درام، مثلا راک کار میکردم، اجرا کنسرت های راک داشتیم همیشه، ولی خب خوانندگی هم در کنارش کار میکردم. ولی دیگه از سال 83 مثلا یه جور دیگه علاقه به رپ و هیپ هاپ پیدا کردم که اولین موزیکمو خوندم به اسم واسه تو با برنامه ای جی هیپ هاپ 5 ضبطش کردم. من اون موقع خیلی خفن بود، یه چیز خیلی باحاله. دیگه هیچی دیگه شروع کردم کار کردن و اینا. موزیکا هم اصلا اهل این نبودم که پخش کنم، مثلا بیام تو وبسایت تا پخش کنم اینا، مثلا بیشتر دست من رفقا و نمیدونم این داستانا بوده، میدونی پخش مثلا سر و سر اینا نمیذاشتم. تا دیگه گذشت سال 86 من دیگه خیلی جدی شده بود این قضیه واسم و یه آلبوم دادم به اسم آلبوم فاصله بگیر که 6 تا ترک داشت. آره دیگه اینو سیدی رفتم سیدی خریدم، سیدی خام. بعد یکی از دوستان پرینتر داشت، رفتم دادم بهش، لیبل طراحی کرده بود داشتم چون گرافیک کار میکرد، یه چیز خیلی باحالی شد، عکاسی رو زدیم سیدی و اینا پخش میکردیم توی مثلا رفیقامون اینا که
یه سری جاها من مثلا میدیدم کسایی که نمیشناختمشون مثلا دیسکر رو داشتنش، مثلا گوش داده بودم موزیکاشو. آره دیگه خیلی جدی شده بود این قضیه واسم. تا سال 89 یه آهنگ خوندم با دوستم به اسم قصه بود. این قصه. آره قصه بود با دانیال. این یه موزیک سبک من بود دیگه، سبک تلفیق از سبکای ریو ریتون، رپ، بلوز، جاز، روت راک، پاپ کلاسیک، میدونی تمام اینا تلفیق شد و خروجیش اون موزیک شد که با آهنگسازی و تنظیم خودم. از سال 84-85 هم که دیگه خودم آهنگسازی میکردم با نرم افزاری ریزن و این داستانم هیچی دیگه. این کارو دادیم و ویدیوش کردیم، اصلا باور نمیشد که مثلا باورمون نمیشد که این کار اینقدر صدا کنه، یعنی ورود من به مارکت موزیک و شناختن من از این موزیک شروع شد. این موزیک ویدیو و این موزیک بود که وقتی که ریلیز شد و اومد موزیکش پخش شد، موزیک ویدیو پخش شد، خیلی طیف گسترده ای از مردم مخاطب این موزیک بودن چون سبکش خیلی خاص بود، مثلا نداشتیم این فندی ما اصلا این سبکی. و یادمه دیگه از اونجا شروع شد دیگه، دعوت که عرفان اول دعوت کرد از همون که باهاش همکاری کنیم که نشد اینا، و دقیقا فاصله 2-3 روز بود که اون قضیه گذشت. حسین توی فنپیجش کار ما رو شیر کرد و یه تیکه شعرش هم نوشته بود اینا، که دیگه وارد صحبت شدیم و با هم دیگه گفت دنبالتون میگشتم و دیگه سینک شدیم با هم دیگه، شروع شد ورود من به لیبل کاغذ. خب اولیش خیابون بود یا دلخوشی؟ اولین کار دلخوشی بود. آره که ورژن دوزی ازش اومد بیرون که بدون کورسش نبود درست. آره که بعد وکال منم شده. اوکی. بعدش هم که خیابون بود که دانیال هم بود اونجا دیگه. بله درسته. بله. بعد خیابون که دانیال. اوکی. خب بقیه‌اش رو توضیح می‌دادی من پریدم واسه در. نه آره خب رفتیم اونجا تو کاغذ و بعد چی شد؟ حالا اینو حالا قبل بعد اینکه حالا اینو بریم، قبل از اینکه یعنی قبل از اینکه بخوایم ببینیم که تو کاغذ چی شد، چرا بیگلز رو انتخاب کردی؟ ببین رز بزرگ، من خوب از بچگی ورزش کار میکردم، خب ورزش های مختلف همیشه هم با داداشم حرفه‌ای کار میکردم، یعنی تو تیم شنا بودیم چون پدر من خودش منهای قضیه مثلا هنری که داشت، چون همیشه عاشق ورزش و ورزش حرفه‌ای بود، پدر من خودش 5 سال سرمربی تیم ملی واترپولو ایران بود. بعد من داداشم خب بچگی دیگه شنا کردن یاد گرفتیم، تو یه تیم بودیم هم واترپولو هم شنا، یعنی از بچگی میخوام بگم ورزش‌های خیلی تنیس نمیدونم بدنسازی مخصوص خود ورزشی که کار میکردیم، کیک بوکسینگ تا لول خیلی خوبی پیشرفت، مسابقات کشوری داشتیم، میدونی همیشه درگیر ورزش و این داستان. بعد همیشه یه بدن چی میگن یه بدن چغر داشتم آماده. آره بعد داداشم این قضیه که میگم مثلا من شاید 13-14 سالم بود که این نیکنیمو داداشم روم گذاشت، شبیه به میگفت بیگرز. آره دیگه بیگرز از اونجا موند روی من. اوکی یعنی اینجوری نبود که میخوای موزیک کار کنی روی حالا نیکنیم چی بذارم فقط بچگی رو؟ نه آره بچگی. آره به میگفت بیگرز. خب گفتی تو صحبتات 834 خیلی عاشق رپ شدی، موزیک خاصی بود که خیلی علاقه مندت کرد به این داستان؟ چه موزیکی بود؟ من خب امینمو یعنی میپرستیدم، هم من هم داداشم دیوانه وار عاشق امینم بودیم. خب خیلی کارش نمیتونم مثلا بگم با کدوم آهنگش، ولی آهنگ کلین اوت مای کلوز امینم، این وحشتناک بود، لوز یور سلف، اینا ترک واسه 8 مایل، اینا ترکایی بودن که زندگی میکردیم. آهنگ هیت ما به توپاک بود، هوشات یا ناتوریوس بیگی بود، خیلی کارا بود. مثلا نمیتونم الان تیک تیک اسم ببرم، یه خانواده بودن دیگه. و رپ راک خیلی گوش میدادم من، لیم بیسکیت، کور، نمیدونم پاپاروش، اینا رو وحشتناک دنبال میکردیم ما. و میدونی اینا همه پکیج بودن دیگه، اینا همه پکیج بودن که اینا دست به دست دادن تا از من یه آدم بسازن که حرفه اصلیشو از راک و اون سبکایی که کار میکرد بیاد خلاصه کنه توی رپ و رپ و تونالی تر رو جدی ادامه بده نسبت به اون. اوکی. خب از گفتن توی یعنی از رفتن توی کاغذ گفتی که حالا سر آهنگ قصه گو بود، چی شد تا
دووم نداشت زیاد تو کاغذ، خیلی هم کمکاری. چرا من کمکار؟ ببین من که الان تا آهنگ عیوش که دادم 3 سال و نیم کار نکردم بعد از آلبوم حرف آخر. درست. من هیچ کس این کارو نمی‌کنه. خب اصلا در مورد کمکاری من یه توضیح بدم. ببین کمکاری من حالا نمیدونم، آره واقعا کمکارم من، چون کاره باید واسم اتفاق بیفته. واسه اینکه مثلا با این سایت قرارداد ببندم که حتما ازش پول بگیرم و سر تایم بهش کار بدم، من اینجوری کار نمیکنم، نکردم. عادت ندارم من کسی بهم بگه چی کار بکن چی کار نکن، واسه پول کار کن یا هر چیزی. موزیکه باید واسم اتفاق میفتاده همیشه، میدونی؟ یعنی بعد یه شرایطی پیش اومده، یه توی فضای خودم تجربهش میکردم، یه فضای قرار میگرفتم که بتونم اثر رو خلقش کنم. و خب شاید مثلا توی 2 ماه 2 بار اتفاق میفته، شاید توی 1 سال مثلا 1 بار هم اتفاق نمیفتاد، میدونی؟ و خب حالا میدونی خیلی چیز بوده، اتفاقات خاصی بوده، میدونی من زندگی مقدار فرق میکنه داستانش. دنبال نیستم که حتما باید نمیدونم الان این ماه موزیک بدم، نه اینجوری نیستم. تا اون حاله رو نداشته باشم موزیک کار نمیکنم. واسه همین این بوده. بعد دقیقا تو آلبوم حرف آخر که من وقتی آلبوم حرف آخر رو دادم، یعنی دقیقا دیگه به اوج تو دید بودن رسیده بودم با این آلبوم. مثلا یهو بیگریز از بیگریز مثلا قبل آلبوم حرف آخر 180 درجه یهو عوض شد داستانش، از لحاظ مخاطب، از لحاظ فیدبک، هر چیزی. خیلی منو کشید بالا و دقیقا تو همون نقطه بالا بود که من گفتم دیگه نمیخوام کار کنم، چون نیاز داشتم بهش. میخواستم یه سری، ببین آدم یه سری تابانا میده خب که به یه سری چیزا برسه، و من خوشحالم از این قضیه که این تابانو دادم و به چیزایی که میخواستم رسیدم. حالا یه سری چیزای شخصی بوده، یه سریش هم بحث موزیکی بوده، یا بحث میگم همین کارم بوده. و دوباره بعد از 3 سالی با ترک عیاش اومدم. آره نسبتا هم خوب کار کردی. این چند تا موزیک ویدیو داشتی فکر کنم 2020 یه دونه مسخره بود. بله بله. دو تا هم همکاری آره داشتی به جز اون، میدونم که شروع کردم دیگه اومدنم. آره امسال خومت. ولی خب اینو نگفتی کاغذ چی شد، یعنی چرا دووم نداشتی تو کاغذ؟ خیلی کم بود. ببین من از یه جایی به بعد احساس کردم که باید کنار از لیبل در کنار کاغذ باشم، میدونی؟ یعنی تصمیم گرفتم خودم که بیرون از کاغذ باشم، و بیرون از کاغذ اگه بچه‌ها احتیاجی داشتن، کاری داشتن، کمکی داشتن یا همفکری بود انجام بدم. چیز خاصی نبود که مثلا بگیم بحثی داشتیم، نه اتفاقا حسین تا همین 3 سال و نیم پیش که من کلاً دیگه اون نخوندم، داشت بهم میگفت که رضا برگرد کاغذ و دوباره همکاری‌ها رو دوباره صفر با یه مدل مثلا خیلی هماهنگ‌تر و جدی‌تر دنبال کنیم. و من اینو با اینکه حسین رو خیلی دوستش دارم، ولی نخواستم. دوست داشتم که مستقل باشه سیستم کاری و کاری که میکنم، و اگه بچه‌ها احتیاج داشتن بهم که کمک کنم، اگه نه که هیچ. اتفاق خاصی نبوده. چرا یه سری چیزایی بوده که مثلا وارد کاغذ شده و من با اون قضیه حال نمی‌کردم، چون من یه آدمی هم که اگه با یه چیزی حال نکنم، من کلا 2 تا نقطه بیشتر ندارم، 0 و 100م، یا هستم یا نیستم. و اگه یه لحظه احساس کنم که قراره آب بره زیر من، اونجا نمیخوابم. و اومدم بیرون تا از بیرون کارم رو ادامه بدم و در کنارش کنار بچه ها باشم. خب اوکی، پس مشکلی با حسین نبوده؟ چون بعضیا میپرسن مشکل. نه مشکل. اوکی همین چیه. اوکی پس احتمال همکاری هم پس در آینده هست. آره احتمال همکاری که هست. اگه چیزی هم بوده سه چیزای جزئی شخصی بوده که بین خودمون رد و بدل شه، چیزی نبوده که مثلا به کسی اصلا بخواد رد داشته باشه. آره خب توی کاغذ نمیدونم حالا وازش کنیم نکنیم نمیدونم، چون یه سری داستانا بود. علی مجیدی هم مثلا اون زمان ناراحت بود. بله. و اینا ربطی به منیجر اون زمان کاغذ نداشت این داستانا؟ چرا؟ ربط به اون شخص داشت؟ نمیخوای وازش کنی؟ نه از ارزشش. اوکی آه. پس ربط به اون منیجر اون زمان کاغذ داشت. خب آقا یه حاشیه‌ای هست این دور و بر. حالا بعضیا میگن که
شما اسمتو از یه شخصی برداشتی و بعضی یا خودت میگی که اون شخص از شما برداشته و حتی گله هم داشتی، استوری هم گذاشته بودی و یادم حتی به یکی از آهنگاش اون شخص هم رز هست من. و این داستانش چیه؟ ببین من نگفتم اسمشو اسم از رو من برداشته، خب من گفتم که درست. ببین این حرکت نباید بهش ببین. اون موقع که من شروع کردم خوندن، خب من این شخص اصلا نمیشناسمش، خب و هیچ گفتگویی هم با هم نداشتیم، احترامم واسهش قائلم، با کمال احترامم دارم میگم، ولی این خیلی حرکت خیاری. من وقتی سال 89 به اصطلاح معرفی شدم به مارکت موزیک، خب و اسم به اسم بیگرز اومد شروع کرد فعالیت کرد، این آقا اصلا وجود نداشت، حداقل میدونم تا 5-6 سال بعدش وجود نداشت، چون من توی رز 2012 هست، اولین آلبومش هم 2012. من نمیدونم چیزی که من به عنوان یه آرتیست توی مارکت میدونم و میشناختم تمام آدما رو، خب من به عنوان یه رپر من تمام بچه‌ای که فعالیت میکنن میشناسم، پس این اسم من میشناسمش که کی اومده و تو وقتی که من بودم این آدم حضور نداشت، حداقل میدونم تا 4-5 سالش. بله منم 83 شروع کردم کار کردن، وقتی هم 12-13 سالم بود اسمم بیگرز بود، موزیکم کار میکردم، ولی من دارم از هیت شدن دارم صحبت میکنم، اون تایمی که اون آدمه میاد و اسمش پخش میشه توی مارکت، که قبلا هم این نبوده، یعنی میگم یعنی بیش از این هم نیست. تا اونجایی که من خبر دارم و میدونم و همه میدونم، من سال 89 معرفی شدم مارکت و اون موقع همچین اسمی وجود نداشت، حالا شاید سنش هم از من بالاتره، نمیدونم، وقتی هم که 2 سالش بوده اصلا اسمشو گذاشتن رز، این چیز اصلا ملاک نیست. من دارم از زمانی میگم که آدم معرفی میشه به مارکت و اسمش پخش میشه، حالا تا بعد اون دوباره شما بیای اسم بذاری عوض کنی فلان کنی. و بله من دقیقا میگم بعد از آلبوم حرف آخر یه ترک من دادم به اسم زیرو رو، که فکر کنم 3 سال بعد این شخص اومد یه ترک داد به اسم زیرو رو. خب من یکم تو این چیزا احساس کردم که نباید باشه، یعنی اصلا این تشابه اسم و این چیزا به نظرم چیز قشنگی نیست که دقیقاً حالا نمیدونم بیگشو کم کنی رزشو بذار، رزشو برداری بیگشو بذار، میدونی زیاد به این قضیه من رفلکس خوبی نداشتم. و حالا هر کی هم بخواد بیاد بگه که ببین اینو که اصلا کسی نمیتونه بیاد بگه که این آدم قبل از من بودی، اصلا تو این شکی نیست، اصلا در موردش نمیشه حرف زد، باری به این نداری. بحث من این بود که آقا یکم دقت کنه آدم خیلی خوبه، اگه با دقت بره جلو و بفهمه چه اتفاق داره میفته خیلی بهتر، به نظرم قشنگتره. حرف من این بود. آره حالا به نظر من شباهت میتونه حالا خیلی هم چی میگن اتفاقی باشه، چون میگم بیگرز من خودم از 2012 میشناسم، حالا قبلتر باشه یا نه رو نمیدونم، حالا خیلی هم دوست دارم بخوای صحبت کنم ببینم که این داستان چی بوده ده. و اینم من بگم برای مخاطبا، اینجا هر حرفی مثلا زده میشه آرتیست مسئولیت خودشو داره، من اینجا بی طرفم چون بعضی وقتا این مشکل ممکنه پیش بیاد و ولی چیزی که نمیدونیم که دعوا کتککاری نمیدونم فوش و فساد، آره که نمیدونم یه حرف آدم میزنه. درسته درسته، نه گفتم که یه موقع سوء تفاهم، نه نه چیزی که بوده من گفتم با کمال احترام دارم این حرفو میذارم، اون شخصو من نمیشناسم، کاراکترشو شخصیتشو و حرفم با احترام زدم. درسته درسته. هم آهنگ عیاش که گفتی راجبش هم صحبت کردیم بعد 3 سال و نیم، خب این حواشی زیاد داشت، میگفتن اینو برعکس کنی اسم شخصی میشه و این کار دیس به اون شخصه، همچین چیزی بود؟ ببین حرف که دیگه حالا شما از کسایی هستین که آنالایز میکنین رپ فارسی و آدماشو، همیشه حرف و نقل و این چیزا زیاد هست. ببین من آدمی نیستم که بپیچونم یه چیزی رو بیا، من بچه هایی که منو میشناسن میدونن من اگه حرفی داشته باشم تو صورت طرف بهش بزنم، خب یعنی نمیام با پیچوندن اسم و این کارو مسخره بازی ها بخوام. یه چیزی بوده بله برعکس میشه و اون اتفاق میفته، این کاملا یه
چیز اتفاقیه. حالا میتونن همه بیان بگن که بله دیس به اصلا ربطی نداره که چند تا چیز تیکم اتفاقا توی هم ببین شاید توی همون آهنگ خب یه مصرعش یه گلگی داشته باشه از اون شخص، ولی اصلا هیچ ربطی به اون آدم نداره این کار، اصلا یه چیز کلیه در مورد شخص دیگه، بعد اصلا کلیت کار داره در مورد یه مش فاجعه یه رپ فارسی داره میخونه که به خاطر پول آرتیست ها همه کارهایی انجام میدن با هر کسی میخونن، نمیدونم اون طرف میدونی در مورد افتضاحایی که داره اتفاق میفته من دارم صحبت میکنم و یه سری شخص رو پاشون میکشم وسط که میگم اگه چیزی هم بوده اصلا یه تیکه کوچیک بوده به اون شخص که حالت همونی که گفتمه چی میگن دلخوری بوده، ولی اینی که مال اون باشه نه، اصلا من موزیکم و خرجه ی آدم هیچ موقع نیم، اصلا خرجه شخص خاصی نمی کنم هیچ وقت، اگه چیزی گفتم یه چیز کلی بوده. اوکی. آره من خودم هم گوش دادم، من خیلی ها میگفتن آره من استوری های خودت و سخنم دیدم که اون موقع گفتید ربطی نره، ولی دیدم خیلی ها دارم میگم من خودم متوجه این نشدم که آهنگ مثلا شخص خاصی رو، معلومه که حالا درباره عیاش حالا داره صحبت میکنه بله. چیه اصل اصلا، ولی نمیدونم چرا میگفتن این، من اینو خیلی از این حرکت های رپ فارسی یکی یه چی آره. میندازه وسط. عیاش اگه نمیدونم متولد چه سالی هستی دقیقا، خب من 70 خورده خب، ولی ما دهه 60 ها چیزایی که مثلا توی دبستان یا که میخوندیم یا خاطره ها یا نقل قول هایی که بوده میگفتن پادشاه های مثلا زمان قبل همشون آدم های عیاشی بودن، خب یعنی همش تو عیش و نوش بودن و بلنگ و باز بودن و چون قدرت داشتن پول داشتن و عیاشی میکردن. من همینو اووردمش توی مارکت رپ، توی موزیک رپ به اون آدم هایی دارم میزنم که دقیقا با پول و ثروت بادآورده‌ای که دارن عیاشی میکنن تو رپ فارسی و با این عیاشیشون دارن همیشه خراب میکنن، میدونی چی میگم؟ و با پولی که آوردن دارن با خیلی از آرتیست های بزرگ فیت میدن و اون آرتیست ها پولو میگیرن و اصلا مهم نیست طرفشون کیه، فقط باش میخونن، میدونی در مورد این عیاشی ها دارم صحبت، اصلا ربطی به شخص خاصی نداره. درست باشم متوجه. خب آقا لایوی داشتی چند وقت گذشت، فکر کنم 2 هفته پیش بود تقریبا بله. و توش صحبتهایی رو کردی درباره امیر تتلو و این داستانا بله. چی بود اصلش، از کجا شروع میشه؟ میگفتی که هیت میکنه تتلو هر جا اسمتو میشنوه اون حرف ها، چه این داستانا؟ ببین آدمایی که توی جمع مثلا رفیقا و مثلا چند تا 5-6 تا رفیق خودمونی هم خب بالاخره 4-5 جا که میرن میشینن 4-5 تا دیگه میان یه سری افراد دو بدل میشه خب، بعد این جمع دور میزنه میاد دوره مثلا به گوش فلان شخص میرسه توی جمعای عادی، توی جمعایی که آدمایی هستن که معروفن و اسم دارن خب قطعا این داستان خیلی بیشتره و این وسط آدمایی هستن که بخوام بیان به تو حسن نیتشون رو ثابت کنم و حرفایی که زده میشه رو خب ببین من آدمی هم که عقلم به چشم نیست، به گوشم یه چیزی رو باید تا وقتی که واسم قطعی نشده در موردش حرف نمیزنم، خب یعنی بوده جایی که صحبت داشته میشده وایس گرفتن مخفیانه واسه من فرستادن و من شنیدم خب، یا شخص کسایی به من یه سری حرف رو زدن توی جمعی که بودم که فوق العاده آدم های مورد اعتمادی هم و من مثل چشم قبولشون دارم، مثل چشم خودم. ببین از آهنگ خیابون که من دادم به حسین، این اصلا نمیدونم چرا این اتفاق واسش افتاد، اون موقع فیسبوک بود اینستاگرام اینا نبودن مثلا. آره. یه دونه پست گذاشت، حالا نمیخوام اصلا زیاد در موردش حرف بزنم چون اصلا ارزش نداره، فقط میخوام بگم دلیلاشو بهت بگم. نوشت که دمشون گرم ای والله فلان و اینا، خیلی خوشحالم که بچه ها
الان دارن ترک ما رو شیر کرده تو فیسبوک زده بود، بچه‌ها دارن سبک نمیدونم چیچیلیتی کار میکنن، کارو منو میگفت، یعنی من اومدم سبک این آدمو کار کردم. این پستو که گذاشت یه عالم فوشمش خورد، پستو پاک کرد یه پست دیگه گذاشت با اینکه کامل این آدم منو میشناخت، اومد گفتش که نه من منظورم حسین نبود. من ببین دقیقا کلمه به کلمه شما یادمه، منظور من اون دوست عزیزی بود که با حسین خونده بود و سبک منو خونده بود. و چرا دارین توهین میکنی؟ من دارم میگم خیلی خوب و عالی اجرا کرده بود، من کیف کردم. بازم یه عالم دیگه فوش خورد، دوباره اونو برداشت دوباره یه پست دیگه گذاشت. یعنی تو یک شب این مثلا ترک ساعت 8 شب من تا 11 شب هی پاک میکرد تا میذاشت، هی میخواد جمعش کنه هی خرابتر میشد. میگفت آقا من این آدمو دارم میگم، این داره سبک من کار میکنه، دوباره یه عالم دیگه فوشی. آقا اصلا چی داری میگی سبک تونالیته که مثلا بیگرزر کن چه ربطی مثلا سبک تو داره؟ اصلا از اینجا شروع شد این قضیه دیگه. من این برنامه رو میشنیدم که میگفتن آقا فلان جا فلان مهمونی بودیم ترک تو بود، نمیدونم میگفت خفش کن، اون بر یه جا بودیم فلان میشد، میگفت که نمیدونم با لحن زیبایی که خودش داره با اون الفاظی که در شأن و شخصیت خودشه توهین و فلان از این حرفا، من خیلی خوشحال میشدم وقتی میشنیدم و ناراحت میشدم واسه خودش، که خوشحال میشدم از این که من جوری دارم کار میکنم که یه نفری که به قول خودی صاحب سبک قدیمیه داره این جوری اذیت میشه، چون شخصیت نداره این آدم. آدمی که شخصیت داشته باشه زنگ میزنه خب، یا نه زنگم نمیزنه، یا آقا دمت گرم که داری کار میکنی، نمیشینه این برمون بر فوش بده یا آقا یارو نمیدونم فلان فلان فلانش. اگه نمیخوای هیچ ریاکتی داشته باشی لاقل دیگه نمیدونم این حرکت رو نکن، تو که به قول خودت خیلی بزرگتر از این حرفایی، پس چرا موزیکایی که از من میاد بیرون اینقدر تو رو اذیت میکنه؟ یا فعالیت کن، خودتو جمع جور کن، کار کن، قوی کار کن، یا این حرفا رو من دیگه نمیدونم معنی نمیدونم. بعد اصلا سبک ما اصلا ربطی به هم دیگه نداره، سبکی که من کار میکنم دقیقا سبکی منه و هیچ کس هنوز نتونسته کار کنه، چون من از لحاظ علمی شد میدونم چی دارم کار میکنم، چون من میدونم تلفیق چه سبکاییه که دارم کار میکنم و هیچ کس هنوز این کار نکرده. و خوشحال میشم اگه یه نفر بیاد و این کار رو انجام بده. میبینم و خیلی ها رو میبینم که الان از سبکایی که مثلا من کار کردم نمونه هاشو آهنگای منو خوندم یا آهنگای خودشونو با سبکی که مثلا نزدیک به سبک من بوده خواستم که من به خدا لذت میبرم، واقعا لذت میبرم و گوش میدم. ولی این که بخوام حالا بیام ببینم یکی داره خوب کار میکنه بخوام چوب لاش عقلش رو کنم فوش بدم دریوری بهش بگم، من اینو واقعا نمیفهم. خب اون زمان که پوسکاش بود، چون من حواشی اون زمان واقعا یادم نیست، درگیر مدارس بودیم اون موقع واکنشی خود نشون نداده بودی به اون پست؟ ببین من آدمی هم که اصلا واکنش نشون نمیده هیچ وقت. خب به یه سری مسائل، چرا مسائل مثلا روزمره، سری اتفاقاتی که توی مملکت میفته و خیلی فشار داره واسه من ریاکت دارم، ولی آدمی هم که هیچ موقع تو حاشیه نیست، نمیرم، خوشم نمیاد. دیگه من لایدی که گذاشته بودم اون چند وقت پیش دیگه خیلی به اینجام رسیده بود که حرف زدم، بله من خب آدم هم که میگی من چیز نمی کنم، خودم درگیر، یعنی خیلی کوچیک میبینم این مسئله که بخوام خودم درگیر این قضیه بکنم. درسته الان این مسئله رو گفتیم، من یکم چون اولش بگی تعریف کرده بود، من هم شاید به خاطر واکنش مخاطبا این حس خوب پیدا کرده بود و واقعا ناراحت بود. حالا میتونسته که جورای دیگه رفتار کنه، ولی خب مخاطبا هم حس میکنم که چون واقعا زیاد اذیتش کردن تتلی رو، تقریبا هر حرکتی میکرد زیاد. ببین این آدم یه آدمی که به شدت مستعد و با استعداده، قدیمیه این کار. خب خیلی زود خودش رو خراب کرد به نظر من، یعنی این آدم میتونست الان به نظر من جایگاه موزیک یه آدمی باشه که واسه خودش
همونی باشه که داشت قشنگ اینجوری باشی به این حرکت میکرد و میرفت بالا و کارشو به بهترین شکل انجام میداد، ولی خراب کرد چون بعد یه مدت احساس کرد که حاشیه خیلی جواب میده و بیشتر درگیر حاشیه شد تا موزیکش، اصلا موزیکش رو یادش رفت و شروع کرد یه سری کارهای اضافه کاری به نظر من، در صورتی که هنوز من میگم به شدت این آدم آدم با استعدادیه، خیلی زحمت کشیده، خیلی زحمت کشیده، به حقش نرسید اینجا وقتی که بود، اذیتش کردن ولی اونم مسیر درستی رو نرفت به نظر من. من یه نظر دارم، میگم کلن تو ایران هر کسی بالای 10 سال داره موزیک کار میکنه با این وضع، اونم موزیک زیرزمینی، واقعا دستخوش داره، واقعا دستخوش داره، دمش گرم. خیلی سخته چون بی معرفتی از سمت مخاطب، از سمت مسئول، از سمت همه، خیلی سخته. ببین مسئولو بلش کن، خب مثلا کار ببین زیرزمینی، اصلا واژه بچهای آندرگراند، خب مثلا به نظر من مسئول یعنی اصلا نمیفهمم مسئولو توی موزیک آندرگراند من درک نمیکنم. به هر حال خب خیلی اذیت میکنه، اذیت که بعد ببین اذیت هم نمیکنن، مجوز نمیدن، خب یه سری قانونه نوشته شده، آقا شما که میخوای بیای مجوز بگیری این فاکتورا رو باید داشته باشی، بیا مجوزتو بگیر. بچهای آندرگراند هم خب نمیخوره دیگه، اون فاکتورا رو ندارن. ببین اذیت که به هر حال میشه آدم، خب اول اذیت هم میکنم، شکی تو این نیست، ولی خود آدم به قول تو ببینیم داریم این کسی که بالای 10 سال داره این موزیکو کار میکنه توی این مملکت با این اوضاع، خیلی دستخوش داره، واقعا هم دستخوش داره. من کسایی بودم توی شهر خودم وقتی من شروع کردم، مثلا 3-4 سال بعدش اومدن همدیگه رو میدیم کار میکردیم، میدیدمشون، هیچ کدومشون نیستن الان، یکی زن گرفته، یکی سر کاره، یکی اصلا ایران نیست، میدونی خیلی سخته از لحاظ مالی که هیچ ساپورتی نمیشیم، ما اجازه فروش نداریم، اصلا ما هیچ حقی نداریم. و اینکه دقیقا میگی خیلی دستخوش داره، واقعا داره، ولی آدم ببین آدم اگه عاشق کارش باشه، خب واسه این کار ساخته شده باشه، تموم این صخره ها رو خاک میکنه و به ادبش میرسه آخر. نظر من اینه. و همه اونایی که موندن واقعا کسایی بودن که مثلا عشقشون کار میکردن دیگه، و یعنی باید واقعا آدم دیوانه باشه بخواد مثلا تو همچین بمونه. ببین پول در نمیاد از این کار، پول در نمیاد جریانم. آره خود مثلا رضا پیشرو خیلی تلاش کرد که یه سری حرکت رو بزنه، دید نمیشه دیگه. رضا از رپرهای خیلی قدیمی، خیلی خوشکار و پایه، یکی از پایه‌های رپ فارسی. اون نباید بناله. ببین مخاطب ما خیلی نامرده، باورت نمیشه، مخاطب ما خیلی نامرده. من مدارشک اوضاع الان یه کوچولو داره به سمت بهتر شدن میره، حالا سرویس های استریمینگ و اینا داره جا میفته. بله. یک کم حالا این یکی دو سال دیگه من حساب کنم خیلی بهتر میشه و این فرهنگه، چون یه زمان میدونی ما، حالا خودت میدونی قدیما، حالا سایت هایی که بودن اینا، کسی به فکر این نبود که آقا به مخاطب 4 تا چیز بگه، مخاطب نمیدونست که آقا شیوه درست چیه، فقط یه سایتی میداد بالا، حالا یه پولش هم گرفته بود، حالا با قرمز اونجا میزد آهنگ خفن فلان پول بیشتر گرفته بود، اون آبی مینوش پول کمتر گرفته بود. بعدش هم که دیگه تلگرام جا افتاد و میذاشم طرف آهنگش رو میداد، اینا سریع میرفتن میذاشتن، چیزی نبود، برنامه‌ای نبود. خود آرتیستا هم که حالا زمان فیسبوک خیلی کم، حالا اینستا اومد باز یه ذره، اونم یکم درگیر حاشیه شد، نبود که آقا به مخاطب بگه آقا این درسته شه. درست. ولی خب خدا رو شکر الان جا افتاده، برنامه‌ها هست، آرتیستا لایو میذارن، صحبت میکنن، بچه‌ها تو یوتیوب دارن زیاد فعالیت میکنن، اینا حس میکنم که داره یکم غربال میشه این داستان، یکم داره سنگ تراشی میشه میدونی، و حس میکنم خفن‌تر میشه تو سال‌های آره بهتر که شده، ولی به نظرم اگه الان دیگه دست نجنبونن خب شاید خیلی زود دیر بشه، فاجعه است. آره یعنی باید الان دیگه واقعا دیگه باید دست بجنبونن مخاطبا، چون آرتیست میدونی چه فکری میکنن، میگن آقا همینی که ما میایم به شما حال میدیم، موزیکتون رو دانلود میکنیم و نمیدونم به 4 تا میفرسیم کارتون رو گوش بدن و نمیدونم فن شمایی، دیگه الان تمومه، دیگه چی میخوای از ما؟
دیگه توقعات از یه مخاطب چیه؟ دمشون گرم. بله حمایت که حمایت مردمی که یه آرتیست و آرتیست میکنه خب، ولی باید انصاف داشته باشن واقعا. یعنی نصف وقتی که میذارن میرن تو پیجای خوزاول میگردن و اگه واسه آرتیست خودشون بذارن به خدا خیلی شرط فرق میکنه. درست، امیدواریم که بهتر بشه شرایط. فیت زیاد داشتی، یعنی تعداد کارات کم بوده ولی خب توش فیت زیاد بوده، با حسین داشتی، با پیشرو داشتی، بهترین کارت کدوم بوده؟ یعنی کار کردی گفتی این کار منه، ایول مثلا حال کردی؟ یکم سوال سختی شد. خیابون سخت پرسیدم. خیابون هیت ترین کارت هم فکر کنم همونه دیگه، درسته؟ توی فیتا فکر کنم آره هیت ترینش آره همون باشه. همش که خدا رو شکر هیت شد، ولی بهترینش یعنی آره آره خیابون فکر کنم بیشتر آره هم دلخوشی آره هم دلخوشی بود، هم حس امنیت رو داشتی، هم پر بود، هم ریشه بود و اینا همه کارهایی بودن که واقعا ترکونده. درست. خب آقا یه دو دستگی تو رپ فارسی افتاد، نمیدونم الان بیفا و اینا رو دنبال میکنی یا نه، حالا داستانی که بین زد بازی و ملتفت و این حرفا هست. یه دو دستگی عجیبی تو رپ فارسی افتاده، اینوریا به اونا میگن شما غر میزنی، اینوریا به اونا میگن شما کارتون بی ارزشه، فقط در اداف و پول و دولت و نظر در رابطه این دو دستگی رپ فارسی چیه؟ ببین به هر حال اختلاف نظر همیشه هست، مخصوصا بین آرتیستا. یعنی تا با آرتیست‌ها به نظرم شروع نکنن مخاطبشون درگیر نمیشن با هم دیگه. من نظر خاصی ندارم نسبت به این موضوع، ولی نظرم اینه که تا کی در و داف، تا کی علف و قرص و عشق و حال و تابستون و نمیدونم زمستون و جلوش و این داستان، تا کی؟ ببین آرتیست باید مسیر و هدف درست به مخاطب بده. بعد چهار تا راهی که رفته خورده به بمبه است برگرده عقب، از همونا بگه به مخاطبش آقا وایسا این چهار تا راه رو نرو، از اون طرف برو. یا حتی در مورد نمیدونم عشق و عاشقی، اگه یه آرتیست آهنگ نمیدونم به احساسی لاف یا آنتی لاف بخونه، تو اینم باید مسیر و هدف باشی تو هر چیزی. ولی شما تو آهنگ مهمونی و نمیدونم عشق و حال مسیر و هدف نداری. چرا؟ تنها هدفی که میتونی بدی اینه که مثلا فلان نژاد گلی که میکشی مثلا چی باشه، این مثلا هدفیه که میتونن بدن دوستان. ببین خب من یه نظری دارم و خب همه اینا اولا در کنار هم معنی میگیرن و این تقصیر به نظر من اکثر آرتیستان که مردم اونو بیشتر دوست دارن این نیست، میدونی؟ چون یکی واسه بازار کار میکنه دیگه، خود میدونی دیگه، یکی برای بازار کار میکنه، یکی به قول تو هدف داره، یکی میخواد یه دردی و یکی میخواد یه چی میگن ذهنیتی بده، یکی میخواد داستان بسره، یکی حالا هزار تا. ولی خب این قشنگیش این میشه که همه اینا کنار هم باشن. ببین یعنی من یه روز میخوام پارتی کنم، موزیک همینه. آره ولی خب این که حالا تقصیر این که مردم حالا بیشتر اونو دوست دارن فکر نمی‌کنم تقصیر اونا باشه، ولی خب این که افراطو تو این داستان یه جوری بکنی که از موزیک بزنی فقط بری رو اون داستان و دیگه خیلی فقط بخوای اونو بگی که مردم حال کنن، اون به نظرم دیگه یکم بد میشه. ولی دقیقاً خب هر چیز باید جای خودش رو داشته باشه، ولی خب تو جاش باید دقیقاً درست اون کار انجام بشه. یعنی به نظرم پوچ نباشه. حتی اگه شما در یه موزیک مثلا باحال پارتی هم میخونی، موزیک به نظرم استاندارد باشه، باحال باشه، حرفه باحالی توی زده بشه، نه اینکه صرفا فقط یه ریتمی مثلا داشته باشه که حالا در افصل هم باشی عشقی بکنه اون داستان بینشه میگم. ولی من خودم کلا طرفدار موزیک مفهومی هم، موزیکی هم که ارزش توش داشته باشه. سعی کردم توی کارهای خودم همیشه این رعایت کنم. موزیک های مفهومیه. خب رپ فارسی رو پس گوش میدی زیاد اینجوری که میگی طرف داریش، درسته یا نه؟ مارکت رپ فارسی رو میگم. آره نه گفتی الان موزیک های مفهومی رو دوست دارم، موزیک های مفهومی مارکت رو پس گوش میدی دنبال میدی؟ آره 100 درصد، اگه موزیک خوبی بیاد آره 100 درصد گوش میدم. اوکی
کیا رو دنبال میکنی توی این مفهومی ها؟ من از همون ابتدا خیلی به شدت به بهرام علاقه داشتم، به شدت تا آلبوم آخری که داد. درست. یعنی اصلا من اشتباه خوب یا گذار؟ نه گذار. گذار هم دوست داشتی؟ نه نه دوست نداشتم، نه گذار رو دوست نداشتم. اصلا بهرام یه چیز دیگه شد، حالا کاری نداریم، اون یه بحث جداست. ولی بهرام به نظرم خیلی رپر به شدت خوبی بود تا اون آلبوم، از اون به بعدش اصلا دیگه نمیشناسمش. بهرامو خیلی دوست داشتی؟ خب ببین ما یه سوال داشتیم، این تو این سوال قاطی شد. تاپ 5 رپرای فارسی کدومان؟ بهرامو که یکیشو گفت. تاپ 5 بهرام، حسین، یاسر، رضا پیشرو. تو سری هم. و پنجمی بخوام بگم علی سورنا. علی سورنا. آلبوم جدیدش گوش دادی؟ نه متاسفانه وقت نشد هنوز، ولی حتما گوش بده. تاپ 5 آهنگسازای رپ فارسی. محمد امسن، صالح نیا، محمد صالح نیا، محمد صالح نیا، امسن، محمد امسن. دیگه با همین جدی کسی هر قبول نه نه اصلا. تاپ 5 آلبومات رپ فارسی. تاپ 5 آلبوم، آلبوم 24 ساعت، بهرام، اشتباه خوب، آره بعد 24 ساعت چی رو داد؟ سکوت. آره 24 ساعت، سکوت، اشتباه خوب، این از بهرام. آلبوم من آلبوم کرم محمد رضا رو دوست داشتم. کرم آره خیلی با، آره اون آلبوم رو دوست داشتم. پنجمیش هم حرف آخر خودم. خب مجاز رو گوش دادی؟ مجاز رو گوش دادم. بله نظرت آلبومی بود که خیلی نقد روش بود. ببین از لحاظ کلام به نظر من فوق‌العاده است، از لحاظ شاهکار کلامش واقعا فوق‌العاده است، از لحاظ آهنگسازی که اصلا هیچی ولش کن در موردش نمیشه صحبت کرد، اصلا آهنگسازی نیست، تیر و تخته است. آره چون ببین ما یه آهنگسازی داریم، یه دونه سنبل کردن داریم، خب اینا فرقش خیلی جداست با هم دیگه، اصلا نمیشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد. از لحاظ اجرا خیلی معمولی، خیلی معمولی، یعنی خیلی توقع بیشتر میره از سروش هیچ کس که قوی تر اجرا کنه. کلام 100 به نظرم، اجرا 30، باقی چیزا 0. خیلی سخت گرفتی. من کلن ببین سخت نمیگیرم، خیلی اصولی نگاه میکنم به قضیه، خیلی موزیکی نگاه میکنم. بهرام هم گزارش گفتی دوست نداشتی. نه. خیلی هم میگن از جمله خود من دیگه از فرم، البته گزار باز خوب بود، این عبور خیلی دیگه بد بود آخرین ترکش، ولی از فرم رپ کردن اومده بیرون. من فکر کنم حدود 13 ثانیه یا 12 ثانیه شد تونستم اصلا گوش بدم، اصلا نفهمیدم. نه حالا به نظر دلیلش چی میتونه باشه؟ سبکشو میخواد عوض کنه یا چی؟ ببین بهرام همیشه خب توی تموم آلبوم ها و تک ترک هایی که حتی داشت سیگنچر خودشو داشت، امضای خودشو داشت. از آلبوم گذار به این طرف من انگار یه آدمی رو دارم میشنوم که تازه شروع کرده به نوشتن، تازه داره یاد میگیره رپو و تازه داره سعی میکنه یه کارهایی انجام بده. یعنی از اون لیجندی که بود یهو به یه آماتور عجیب و غریب تبدیل شد. خب آقا یه لیبلی افتتاح کردی به اسم رادیو سکو، داستان این چجوریه و اگه کسی بخواد عضو بشه چجوری باید عضو بشه؟ ببین
رادیو سکو یه لیبلیه که اول واسه یه حمایت از استعداداست، یعنی کسایی که واقعا مستحق این هستن که دیده بشن، کارشون شنیده بشه، کار رو میفرستن واسه ما، گوش میدیم و نظر میدیم، اگر قابل قبول باشه باشون شروع میکنیم کار کردن و یه موزیک بالاخره از لیبل ما خروجی داره. که ببین چند حالت داره، یکی میاد کارش ما وارد اینقدر خوبه که وارد لیبلش میکنیم، مثل حسین پرچین، مثل آرش دوست کردن عضو لیبل ما هستن، یکی همون اصلا واقعا استعداده و میخواد کارش پخش بشه، اگه در حدی باشه که واقعا اوکی باشه ما کارشو از وبسایت رادیو سکو و تلگرام و این داستانا پخش میکنیم و از اون طریق هم حمایت میکنیم کارشونو. کارهای زیادی در آینده قراره انجام بشه توی لیبل رادیو سکو، یعنی ما محصول خودمون مثلا برند خودمون هست واسه لباس اینا قراره افتتاح بشه به زودی. کلن کسایی که میخوان موزیکشون از لیبل رادیو سکو بیاد بیرون کارشون میفرستن. خب یه سری کار هست که باز با فیلتر، یه سری فیلتر کوچیک مثلا روش لحاظ میشه، میگیم مثلا میکس ضعیفه فلانش قویه نمیدونم، میدونی جمع جورش میکنیم و میگیم اوکی کارتو پخش میکنم از رادیو سکو، که اون یه هزینه داره که با منیجر اصلا کاری نداره، هزینه پخش داره کاری به اون نداریم. یه سری بحث استعداد هست که دیگه خودمون حمایت میکنیم و اون دیگه بحث شخصیه که یه گروه قرار بشه، فکر کنم دو نفر دیگه من عضو بگیرم، دو نفر بچه اوکی شدن، دو تا دیگه شاید عضو بگیرم که دیگه بحث تلنت های لیبل خودم دیگه ببندم. اوکی، خب کسی بخواد کار بفرسته بعد به صفحه اینستاگرام رادیو سکو بفرسته یا ایمیل؟ بله بله، دایرکت میدم، اونجا منیجر باشون صحبت میکنم دیگه، تمام چیزا رو بهشون میدم. اوکی خیلی هم عالی. آقا یه بخش ما داریم چند تا اسم میپرسیم از رپ کن‌ها و نظری، حرفی، اولین کلمه و اولین حرفی که به ذهنت میرسه رو راجبشون بگو. اسم اول مهراد هیدن. خوب. خوب. پیش رو. کل خر. فدایی. نظری ندارم. به نظرت رپر خوبیه؟ چجوری؟ من اصلا گوش نمیدم کارشو، یعنی چیز نمیتونم فکر نکنم، نه نمیدونم. اوکی. کچی بیتز. چی؟ کچی بیتز خشارسار. نیو اسکول. نیو اسکول. پوتک. اینم نمیتونم نظر بدم، چون الان اسمایی که میگی من زیاد آره نه گوش دادم نه دنبال. آره خب زیادم گفته بیشتر ارزشی دوست دارید، ولی انتظار داشتم فدایی رو چیز بشه چون ارزشی دوست داری. حالا سیدهخان. سیدهخان آهنگسازه؟ درسته بله، اسمشو شنیدم ولی نمیدونم کدوم کارا رو کار کرده. نمیدونم. اگه بچه زیر زمین رو گوش میدی میتونم چند تا کارشو نام ببرم برات. اگه بگو مثلا با بچه های با سفیر کار کرده، با رز کار کرده، با کابوس کار کرده، با علی سورنا کار کرده. پوریا رو میشناسم، پوریا کابوس رو میشناسم. آره با اینا کار کرده، مثلا آهنگ لخته رو اگه اشتباه نکنم داشتن همین چند وقت پیش اومد با کابوس، یا نه متاسفانه گوش ندادم. آلبوم کویر سورنا هم آهنگ سازیش اکثرا با سیده خان. خب پس با حال بوده. آره فضا، پس تو کار فضا سازی باید باشه خیلی. آره فضا سازی خیلی باید. آه. آه پس خوبه کارش. اوکی. اسم بعدی یاس. مشتی. عرفان. همشهری. خلصه. سورنا. مرد تنها. دقیقا تو ذهنم همین بود، همینو بگی جالب بود. و اسم آخر شایه. مستعد. خب آقا یه چند تا حالا میتونه ترک باشه، آدم باشه، من دو تا نام میبرم بعد یکیشون رو انتخاب کنی، این یا اون، اینجوری. مهدیار یا جی جی؟ مهدیار. چاغالنامه یا چراودی؟ چاغالنامه. دلخوشی یا خیابون؟
خیابون پیشرو یا ام جی فکر کنم بگی پیشرو دیگه با این وسط پیشرو وانتونز یا اپیکور 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 این دیسای جدید رو دنبال کرده بودی دیسترک هایی که جدیدن اومده نه متاسفانه من می‌خواستم بپرسم یخ یا دیگه تابلو شده گفتم فدایی چون گوش ندادی گفتم لابد دنبال نکنی نه زیاد دنبال نمی‌کنی پس مارکتو زیاد وقت نداری ببین بحث وقت و اینا نیست من 4 تا فاکتور واسه خودم دارم خب دوست دارم همونا رو بیشتر باشون حال بکنم تا بخوام درگیر چیزه مثلا حواشی اینا که واقعا اصلا یعنی کهیر میزنم کلا واسه همین نمیبینم نه دنبال میکنم آره اوکی آقا برنامه آینده چجوریه؟ کاری آلبومی چجوری هست؟ ببین برنامه که با رادیو سکو همیشه هست خب الان خب از این برنامه هم بگم بچه هایی که دوست دارن کاراشونو بفرستن میتونن از طریق پیج رادیو سکو با منیجر هماهنگ بشن کاراشون بفرستن و اونجا کاراشونو گوش بدیم نظر بدیم حالا یا از قسمت تالنت کارمون استفاده میکنیم ازشون یا کاراشونو روی وبسایت میذاریم این از این درست ما یه کمپانی داریم با دوستان که البته مال اوناست و به من این لطفا داشتن که منم نفر سوم قرار گرفتم راگا مدیا کمپانی قدیمیه توی کار برنامه کنسرت یعنی تمام بچه‌ها یاسر رضا پیشو کنسرتایی که گذاشتن توی استانبول تمامشو بچه‌ها یعنی توی این چند سانس و روزی که داشتن فکر کنم 10 باری 8 بار 9 بار 10 بار همکاری داشتن با بچه‌ها بحث کنسرتونه این طرف الان کمپانی راگا مدیا اپلیکیشنش رو طراحی کردن و اومد دیگه توی اپ استور و ریلیز شد که با 12 یا 13 تا کار از محمد رضا شایعه و 12-13 تا کار از من داره ریلیز میشه این کمپانی راگا مدیا خیلی کمپانی خوب و به درد بخوریه اونجا هم تالنت ها میتونن حالا از طریق خود راگا مدیا میتونن دیتیل کارو بپرسن و متوجه بشن کارشون میتونن بفرستن با یه هزینه ای کارو میفرستن و مسئول نظارت روی آهنگا منم که کارو میفرستم من گوش میدم و کسی اگه واقعا لیاقت داشته باشه واقعا تالنت واقعی باشه با آهنگسازی تنظیم و میکس و مستر خود من بدون اینکه ریالی هزینه کنه دقیقا. کارش از کمپانی راگا منتشر میشه این از بحث تعلیم تو اینا خیلی کارهای خفنی داره راگا در آینده یعنی به شدت بچه های مستعد و آدم حسابی هستن این دوتا برادر که دارن کار میکنن اتفاقات خیلی خوبی قرار توش بیفته حتی ممبری که میره توی سایت کارا رو از اونجا دانلود میکنه گوش میده در ماه مثلا یه امتیازی بهش از هر گوش دادن به هر تلک یه امتیازی جمع‌آوری میشه توی حساب کاربریش که مثلا به یه حدی که برسه مثلا یه گیف کارت اپل مثلا نمیدونم 20 دلاری بهش میدن یعنی خیلی چی یعنی آره دو طرفو خیلی خوب داره ساپورت میکنه و به زودی زود دیگه خبری دیگه از رادیو جوان رو نمیدونم این بحثا نیست اتفاقات خیلی خفنی داره میفته جالبه ببینیم بزودی که خبرهای باحالی بود آرتیستا من آره از همین حالا دارم میگم بچه‌ای که سیج زمین کار میکنن حالا اپلیکیشنش جوری یعنی جوریه که با خواننده‌ای هم که مثلا مجازن کار میکنن ولی با بچه‌های خودمون هم کار میکنن و من نظرم اینه که از این به بعد کارا رو انحصاری با بچه‌های راگا ببندن چون خیلی عادلانه و منصفانه برخورد میکنن با آرتیست و مثل جای دیگه نیستن خب حالا من یه صحبت اینجا میمونه حالا یه زمانی خیلی فیلتر قوی دارن این خیلی مهمه فیلتر قوی خیلی دارن اوکی اینو الان گفتی من خب یه صحبتی با هم بکنیم یه زمان بود که خب سرویس استریمینگ نبود که خود شخص بگیره دستش و همه چیش دست خودش نباشه این که چقدر بلوف زدیم ولی خب الان خیلی هست تیدال هست اسپاتیفای هست یوتیوب هست وقتی خود آرتیست میتونه روی اینا ولوم بده به نظرت
جالبه که درسته که با یه شخص دیگه کار کنه، یه شخص سوم یا کمپانی دیگه باشه. خب ببین الان مثلا من هیچی از برنامه راگو که دارم میگم دقیقا همینه. خب راگو وقتی با شما قرار داد میبنده، میاد میگه که آقا کارتو من میگیرم، دقیقا مثل اسپاتیفای به ازای هر 1000 تا دانلودی که داشتی 3.5 دلار به شما پول میدم. اسپاتیفای تام میتونی بذاری هزینه اونم مال خودته، هیچ ربطی به ما نداره. میدونی یعنی همه چی رو واسه آرتیست جوری داره فراهم. آها یعنی یه پلتفرم ایرانیه که مثل یه اسپاتیفای دیگه هم مثل اسپاتیفای آفر و دخل و تسرب توی اون چیز شخصی تو هم نمیکنه. مثلا اسپاتیفای این داستانو کار خودشو میکنه، تو هم کار خودتو میتونی در کنار اون انجام بدی و خیلی به نظرم خوبه. حالا خیلی خوشگل بود، مشخص میشه، جالب مشخص میشه که چه تفاوتی بین راگا و برندهای دیگه هست و به زودی هم مشخص میشه چه اتفاقی میفته توشون. جالبه این که این چیزی که تعریف میکنی خیلی باحاله، خیلی میتونه کمک کنه به پیشرفت هم مستعده و هم اونایی که حالا لیبل. ببین لیبل رادیو سکو هم همینطوره. خب لیبل رادیو سکو اصلا داستانش با لیبل دیگه که رادیو کار میکنن فرق میکنه. ما جیب تالنت رو سوراخ نمیکنیم، کمکش میکنیم تا بیاد خودش رو نشون بده و اگر استعداد داشته باشه هر کاری از دستمون بر بیاد واسش انجام میدیم. درستش هم همینه دیگه، یه کسی حالا استعداد داره با هم از کنار هم در میمونن که یکی رو خالی کنیم، که من واقعا خدا رو شکر الان دیگه کم شده. من میبینم بچه هایی که مستعدن واقعا خودشون هم علمشون بیشتر کمتر تو این داستانا به مشکل میخورن. خب آقا فکر کنم همه حرفا رو زدیم، ولی یه بحثی اول لایوت کرده بودی فکر کنم اینجا هم، چون معمولا ما آخر مصاحبه ها و اکثر برنامه ها صحبت میکنیم راجبش، درباره این حرفی زدی که تا یکی میاد سایت بت میذاره همه میریزن توش، ولی یکی کارشو میذاره 10,000 تومان بخرید یا برید اسپاتیفای گوش بدید یا برید یوتیوب، هیچکی اون سمتی نمیاد و بعد میگن چرا یوتیوب چیز چرا بت تبلیغ میکنه. و به نظرم منطقی و جالب بود یه صحبت این تراجب این بکنیم. فهم کنی دلیلش من الان قبل این صحبت ها با منیجرم محمد سخن که میشناسیش که اصلا مکالمه رو اوکی کرد که با هم لینک بشیم و صحبت کنیم و خوشحالم از آشنایی با خیلی ممنون. این بود که مردم میگن حمایت. خب آره اصلا حمایت یعنی چی؟ ما مگه نمیدونم گدایی که یکی بیاد مثلا به زور مثلا بخواد این به نظر من وظیفه است، به نظر من آرتیست وظیفه است. من میدونی این کلمه رو چه جوری معنی میکنم؟ من از وقتی که شروع کردم دقیقا به این پرداختم. میگم حمایت مثل شما میخوای بری کفش بخری که نمیری بگی آقا این پول حمایته. من به این میگم حمایت از حق آرتیست. حق آرتیست اینه که کارشو مستقل بذاری، شما باید حمایت کنی از حقش، نه اینکه بگی او مثلا حالا مثلا صدقه یه چیزی. اینجوری اصلا زشته. ببین آدم اگه خودش ببین اگه انسان باشه، خب اگه نفس داشته باشه، اگر منطق داشته باشه، میگه که آقا این آدمی که داره زحمت میکشه و گوش منو حال میاره استدار خودمونیش و داره لذت میده به مغز من و شرایط حال من که وقتی این موضوع گوش میدم لذت میبرم، من موظفم همونطوری که اون به من حال میده منم بهش حال بدم. ببین با یه پیج فالو کردن و حالا یکی مثل من نیست این داستان ها. خب منم حالا نمیگم آقای و فلان و بیزار اینا، من تازه دارم این حرفا رو میزنم خدا رو شکر، همیشه همه چیز بوده، شاکرم هستم همیشه از خدا که همیشه همه چی داشتیم. ولی ببین بحث بیزینس و تخصص و حرفه و رشته و شغل یه داستان دیگه است. تو باید درآمد داشته باشی از کاری که میکنی، هر چقدرم که نیاز مالی نداشته باشی خب، ولی تو باید از بیزینسی که داری پول در بیاری. و مردم اینو باید بدونن چطور واسه خودشون وقتی میخوان مثلا یه کاری رو انجام بدن توقع دارن که نمیدونم تو بیزینس خودشون پول رفت آمد بشه و این پول رو دریافت کنن. ما چون متاسفانه از بیس مشکل داره مملکت و کپی رایت نبوده، چون اینجوری بار اومدیم دیگه همینجوری هم بار بیایم، نه این درست نیست واقعا. وقتی از یه چیزی لذت میبری خب اون کارش هزینه شده. ببین ما یه ویدیو که میسازیم خب نمیدونم مردم
من ویگرز نمیاد با یه دایرکتوری که نمیدونم فیری کار میکنه بره کار کنه پول نده نمیدونم چهار تا چیز سنبل کنه ویدیو شد بیرون. من میرم با دایرکتوری کار میکنم که وقتی اسمش میاد همه لونگ میندازن و اون آدم یه ویدیو کار میکنه 30-40 تومن دستمزدشه، تو باید بگیره، پس منم از یه جایی باید در بیارم که بذارم تو جیبمون. اسپانسر که اصلا ما نمیتونیم درست روی کارمون بگیریم، اگرم بخوایم بگیریم سایت های بت هستن که وقتی که بخوای بیاریش یه جور مردم فوش میدن در باید چرا بت کار میکنی، اینا حروم میخورن بیزار میکنن. همونی که میاد کامنتو نمیسه، اگر مثلا شما با بت کار کنی بعد که کامنتشو میزنه میره تو سایت بت مثلا میگه الان بازی فلانجاست، میره شرطشو میبنده. میدونی چی میگم؟ این مردم ماشاءالله لبادهن هم زیاد هستن، پس ما اسپانسر هم رسما نداریم، یعنی هر کاری کردیم خودمون کردیم. پس اینو مردم باید بدونن، بحث حمایت اینجوری نکنن که ما داریم مثلا اگه فلان کردیم داریم حمایت میکنیم، نه این خبر ها نیست. به نظر من این یه وظیفه، من در قبال هر چیزی که به هم حال میده، خب نمیدونم یه دونه چی بگم، یه دونه مکدونالد مثلا به هم حال میده باید پول بدم، موزیک خوبم گوش میدم باید پول بدم. این چی دارم میگم؟ هر چیزی که داده هنر به نظر من خیلی با ارزش داره، چون اون مکدونالده که به تو مسیر و هدف نمیده که. مکدونالده تو یه روب میخوریش شکمت سیر میشه میری تا شب دوباره یه چیز دیگه بخوری، ولی موزیک رو تو یه عمر گوش میدی و باش هزاران خاطره میسازی و لذت میبری ازش، شاید کلی هدف مثبت خوب بگیری. پس بابا لامصب بیا این وظیفه‌ای که داری در قبال آرتیست در قبال خواننده‌ای که داری لذت میبری از موزیکش این کار رو انجام بده. دقیقاً آخه چند تا کردن و این چیزا فکر نکن حرکت خاصی زدی، به خدا هیچ کاری نکردی. دقیقاً چند تا مسئله هست، یکی این که مثلا خیلی میگه آقا ما فنشیم، چرا به حرف ما گوش نمیده، چرا مثلا کار تونتون نمیده. خب فن بودن یعنی چی؟ فن یک آرتیست موسیقی بودن یعنی چی؟ یعنی فقط اینکه گوش کنی اونو. یا از اون ور یه داستان دیگه ای که هست، موزیک خیلی بی‌ارزش شده تو کشور ما با توجه به این امثال خواننده های ماکانبند و فلان و اینا که همه یه جور و این هم و فلان و اینا انقدرم تونتونی دارن موزیک و اینا میدن، مردم یادشون رفته آقا تو میخوای بری ورزش کنی انرژی نداری، با موزیک انرژی میگیری، دمبل رو میزنی، تو یه روز حالت بده تو افسردگی خودت موزیک رو میذاری، کسی پیشت نیست، میری تو حس و فلان موزیک انگیزشی رو گوش می. خیلی مهمه موزیک تو زندگی. من خودم مثلا بارها شده میخواستم تصمیمای بزرگ بگیرم یه آهنگ خاصی بوده همیشه اونو 5-6 بار گوش میدادم بعد محکم میرفتم تو کار، بس خیلی برای زندگی من. ولی خب این تو انقدر که موزیکای چیز اومده و انقدر که خود آرتیست حواسشون نبوده و فقط به یه شکل دیگه به موزیک نگاه کردن رفته دیگه، کسی نمیدونه آقا موزیکه. ولی خب مثلا یه چیز نیست شده. یه چیز نیست که خراب باشه بریم مثلا اون سوراخ رو پر کنیم. خب ما خیلی سوراخ داریم، اینا باید با همین کمک مردم و حتی عوض شدن سلیقه مردم و درست گوش دادن اینا شروع میشه آروم درست شدن. به نظرم خیلی پیشرفت میکنی، ولی مردم باید بخوان، تو مردم نخوان هیچ اتفاقی نمیفته. هزاری که من بگم هزاری که شما بگی، تا خود آدمی که میگن خودشو زده بخواب نمیتونی بیدارش کنی. درست. پس وقتی خودش بخواد میتونه اون کار اتفاق بیفته و ما خیلی خوشحال میشیم واسه یه فرهنگ کشورمون، فرهنگ جامعه همونم که حتی شده اتفاق بیفته خودش خیلی کمک میکنه به. درسته. من این حالا میدونم کسایی رو که آلبوماشون رو فروختن، این رقم ها رو که من میبینم فاجعه است، یعنی انقدر رقم ها پایینه. آره حالا دو سه نفر هستن که خیلی بولدن خوبم فروختن و اینا، به جز اونا بقیه واقعا فاجعه است و میبینی طرف 15 ساله داره کار میکنه، مثلا پول یه روز کارگری هم شاید در نیاورده، میدونی؟ و این خیلی بده. این و حالا شاید بعضی میگن آقا پول نداریم فلان. اینجا خب با یه آلبومی که میفروشی آدم معروفی هستی، کلی هم نمیدونم خاطرخواه داری و نمیدونم
سینه چاک داری، ولی آلبومه رو که میذاری یک ماه میذاری واسه پیش فروش، خب تو یه دونه پراید باش نمیتونی بخری. پراید؟ گوشی نمیتونی بخری. موتور هم باش نمیتونی بخری. خب ولی اون طرف یه آرتیست خیلی نوپای معمولی، خیلی نوپای معمولی یه آلبوم میده اصلا تموم میشه، یعنی بار خودش و خونواده و نمیدونم هفت جد و آبادش رو میبنده. تازه اینجا با دلاری مثلا 27 تومن هم بخواد حساب کنی و اتفاق نمیفتی، یه دونه موتور نمیتونی بخری. شرایط عجیبه و خیلی افتضاحه این قضیه. خیلی افتضاحه. آره من در جریانم چند تا رو، واقعا فاجعه است. یعنی مثلا من مثلا خودم اگه یه آدم ناشناس بودم یه بیزینسی شروع میکردم روز اولش اونقدر میفروخ میگفتم خداحافظ من بذارم سراغ یه کار دیگه، ولی باز دارن کار میکنن. این خیلی دمشون گرم. و حالا اسپاتیفای اینا خیلی بهتر شد، حالا نمیدونم نگاه میکنی یا نه، مثلا ویو های اسپاتیفای 500K 600K اینا اومده، خیلی داره بهتر میشه و یوتیوب جا افتاده، آرتیست ها اومدن رو یوتیوب و اینا. حس میکنم چشم اندازی که داریم چون آرتیست های نسل چهاری که 100% داره بهتر میشه. خب خوبی نسل جدید اینه که خیلی عاشق سوشال میدیا و اینترنت و این داستان ها، و همین که میرن میبینن باعث میشه همین فضا بیشتر جا بیفته بینشون، به نسل های دیگه هم سرایت کنه قطعا، و همه هرچه زودتر درگیر این قضیه بشن که بیان سمت این اسپاتیفای نمیدونم چنل‌های یوتیوب و از اون طریق بتونن کمک کنن به آرتیست. این به نظرم این اتفاق داره میفته و خیلی دوست دارم خیلی سریع این اتفاق بیفته، یعنی دیگه طول نکشه حالا اینم 10 سال تا بیا جمع بشه، خیلی زود. نه آره. اتفاقا شیبش تون بود. دقیقا من یک سال و 2-3 ماه پیش یوتیوب رو شروع کردم، بیابون بود. یعنی من 1000 تا ویو میخورد کارم اصلا پرواز میکردم، ولی الان میبینیم 20K 100K میدونی میخوره، 7K 8K 10K 20K اینا داره میخوره، ولی اون موقع نبود دیگه. حالا آره الان خیلی توی یه سال خیلی خوب اومده. اسپاتیفای هم که خدا رو شکر آرتیستا رو نگاه میکنی مثلا 100K میخوردن اونایی که بودن، الان دارن 500K ببین تو الان زحمت میکشی، خب داری برنامه میسازی که طرفداره که مخاطبای رپ خب دوست دارن ببیننش، و اون وقتی که طرف نمیدونم حالا حوصله‌اش سر رفته نمیدونم دپه یا هر چی، خب میاد این برنامه رو میبینه، اون تا همه میگذره حال میکنه با این برنامه. خب پس این ارزش داره، این برنامه‌ای که واسه اون شخص ارزش داره، پس با همین دیدن داره ساپورت میکنه. میدونی چی میگم؟ و واسه همین دارم میگم خیلی دارن صحیح. چون ماشاءالله جوونه ما هم خیلی داغونن دیگه از لحاظ ذهنی و خستن، میدونی واقعا مردم خستن، جوونه که دیگه خیلی خسته تر، و با همین داستان هست دیگه، با همین داستان هست که یک کمی وقت بگذره و تا شب بشو بخوابیم و دوباره فرداش همون رو شمون کاسه. ولی امیدوارم که هرچی زودتر بهتر بشه. امیدواریم. خب حس میکنم همه چی رو صحبت کردیم، حرف خاصی مونده که بخوای راجبش صحبت کنی حرف نزدیم؟ نه حرف خاصی که نه، فقط این که همین بحثم بحث کلیم روی همین داستانیه که کسی که از یه چیزی لذت میبره واسهش ارزش قائل میشه، اینجوری هم خود آدم نفسش بیشتر راحته، یعنی با نفس خودش بیشتر کنار میاد که آقا من این حرکت رو دارم انجام میدم واسه اون آدم خوبه. میدونی به نظرم خیلی کار قشنگی که همون قدی که حس خوب میگیری حس خوب هم بدی، و همین بیشتر صحبت هم مثلا روی همین قضیه بود که حالا امید به خدا ایشالله که بهتر بشه. من فقط یه پرانتز وا کنم، حالا ما میگیم مخاطب چون مخاطب فهمیدم داریم زیادم، بله اونایی که اینجا هستن بهشون بر نخوره. حالا نه نه ما فقط یه چیز کلی داریم میگیم از چیزی که داریم میبینیم. بله کسایی هستن که من خودم مخاطبایی که منو دنبال میکنن سبک منو دنبال میکنن، من میدونم اصلا ربطی ندارن به مخاطبایی که مثلا فلان آرتیست رو دنبال میکنن، چون دنبال یه موزیک ارزشی اومدن، دنبال نمیدونم مهمونی و پارتی و اشغال و اینا نمیدن.
و خیلی از مخاطبای آرتیستای دیگه که کار ارزشی و مفهومی انجام میدن، اونا بله اونا دنبال میکنن، کمک میکنن. من خودم به چشیدم، منم ساپورت شدم، کسای دیگه هم ساپورت شدن، ولی با کلیت رو داریم میبینیم که باید به اون اتفاق بیفته. باز یه پرانتز دیگه باز من یه پرانتز دیگه باز کنم، همون حالا مخاطبایی که حالا مخاطبای موسیقی ارزشی هم نیستن، اونا هم مخاطب خفن باحال دارن که از آرتیستشون به شدت حمایت میکنن و بله. حالا کلا این چیزی که گفتیم کلیت نبود، ولی خب موزلیه که هست دیگه، یعنی همه جامعه نبود ولی موزلی هست که هست و اکثریتو گرفته و امیدواریم که آره تعدادشون کمتر بشه، اونایی که حمایت که نه حق آرتیستو بهش نمیدن، از حقش حمایت نمیکنن، به خودشون میان و دم خودشون میان. آره دم اونایی که حمایت میکنن گرم، آره که چون اونا اگه نباشن واقعا تا همینجا شاید خیلی چیزا ادامه پیدا نمیکرد. خیلی خوشحال شدم صحبت کردم با دمت گرم، مرسی که افتخار دادی. ایشالله که هر روز بهتر و با اشتیاق تر کارتو دنبال کنی، ساپورت درست حسابی باشه، مردم بیان ببینن و برنامه خیلی خفن و باحالی بسازی. دمت گرم، مرسی زحمت میکشی، تو همه یک از شاخهای هیپ هاپی دیگه، فرقی نمیکنه. دمت گرم، مرسی، خیلی لطف داری. خیلی خوشحالم که میبینم حالا آرتیستایی که سالها با گوششون دادیم و اینا خوششون میاد از برنامه و افتخار میدم میان. خیلی ممنون. دم خودت گرم، دم بیننده‌های برنامه‌ت هم گرم. مواظب خودتون باشین. چکش. مرسی همچنین. خدا نگهدار. خب این بوده از قسمت 13 برنامه بی پرده و مصاحبه با بیگرز عزیز. امیدوارم که لذت برده باشید. انتقادی پیشنهادی دارید حتما کامنت کنید که 100% خونده میشه و سعی میشه بهش عمل بشه. و اینکه حتما بنویسید دوست دارید چه شخصی رو توی برنامه بی پرده ببینید. دمتون گرم که ویدیو رو تا این لحظه تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.